جمهوری اسلامی آیا نباید خودش را وفق دهد با زمانه؟ آیا نباید اقتصادش را مقاوم کند؟ آیا نباید پلن ارزیش را بعد از 40 سال درست کند؟ آیا نباید ماشین‌هایش هم مانند موشک‌هایش شوند؟ موشک ساختیم، سرعت لحظه برخوردش 7 ماخه 2.5 کیلومتر توی ثانیه، بعد با این سرعت نقطه زنه، بعد موشکامون اینجوری اونا رو میکشه، پرادامون اینجوری ما رو میکشه. انقلاب اسلامی موشکهایش زبان زد دنیاست. برخی از مسئولین در داخل کشور پوشک نمیتوانند جور کنند برای بچه ها. چرا؟ آنجا مدیران انقلابی سر کار بودن. بعد یه سوال دارم، تحریم های نظامی ما بیشتر بود یا صنایع دیگر؟ خدا وکیلی قطعا نظامی، از همون روز اول سیم خاردار بهمون نمیدادن. بعد اینجا رنو می اومد، پژو می اومد، یه قرارداد میبستن، میرفتن میومدن، یه روز ناز میکردن، یه روز موتورای پژو رو میدادن، بدنه رو نمیدادن. تو ایران خودمون خود چیکار کنیم؟ خدایا موتورا رو مینزیم رو پیکان، پیکانای موتور پژوی اومد بیرون. یه روز ای نامرده این کار کردن، حالا بدنه رو میدیم، ببینم موتور پیکانا رو میذاریم رو اونا، آردی میدیم بیرون، روا میدیم بیرون. من یه روز تو خیابون داشتم میرفتم، دو تا پرنده بیادب داشتن جفتگیری میکردن، ببخشید عذر میخوام. بعد میگن روایت داریم، من از امیرالمومنین شنیدم که نباید نگاه کرد جفتگیری، جک و جونورام نباید نگاه کرد. سر چرخوندم من، یوی ماشین زد به اون یکی، نه اون لحظه رو یویدم، احساس کردم مثلا اینا میخوان جفتگیری کنن ماشینا. بعد گفتم با خودم، گفتم فکر کنم مثلا میشد ماشینا رو هم جفت انداخت، ایرانیا چه میکردن؟ مینیبوس رو با پراید مینداختن، 18 چرخو مثلا با چه کارن. بعد یه لحظه فکر کردم این کارو کردیم، منتها همیشه نره وانت بوده، دیدی پژو وانتش میاد نه چی با. یه بره جفتگیری همیشه وانت بوده. من اولین بار پراید وانت رو دیدم و خدا شاهده به همین مسجد قسم فکر کردم اشتباه دارم میرم اینجوری کردم، چون من خبرشو نداشتم. من اولین بار تو خیابون دیدم، گفتم این دیگه چیه؟ راننده گفت من نیده اینا، گفتم نه، گفت پراید، گفتم باشون گرفتی ما رو، گفت نه، گفتم جونم هر کی جوسه بره جلوی من بغلش نگاش کنم اینا برم، گفتم خودش اینجوری کرده، گفتم یورو مثلا، گفت نه بابا خود کارخونه داده بیرون. بابا اینا دیگه کیان خدا وکیلی؟ پراید میگن اولین بار، نمیدونم راست یا دروغ، حالا شایعه ممکنه باشه اما بیرا هم نی، میگن پراید اولین طراحش ماشین آمریکاییه، پراید کره‌ای نیست. خب پراید میگن بر روی نفکش طراحی شده بوده، روی نفکش ماشین سبکی که نفکشو بزرگ دیگه بره، یعنی به خواب شب طراح به قبر باباش میخندید یه روزی این ماشین تو جاده چالوس میخواد بره بیاد، یعنی یه روزی این ماشین میخواد وانت بشه نمیدونم این بر اونور بره دیگه. الان پراید و کوپتر هم ممکن اینا بدن بیرون. اینجا ببین نگاه کن، برای چی؟ برای اینکه اینجا اون مدیریت انقلابی نیومد، یه مدیریتی اومد با کمترین هزینه بیشتر مردم پول بکنه.